سفر یک روزه صدر اعظم هند به افغانستان در حال صورت گرفت که وای طوری که شنیدید در یک سفر غیر مترقبه متعاقب آن از پاکستان نیز بازدید به عمل آورد و این سفرها واکنش های متفاوت را در هند برانگیخته است. برای شرح بیشتر تاثیرگذاری اولین سفر رسمی صدر اعظم هند به دو کشور افغانستان و پاکستان با سراغ مهمان این ساعت برنامه در کابل می رویم. آقای آصف بکتاش تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای بکتاش سلام بر شما و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما میگذارین. آغاز میکنیم از سفر آقای مودی به افغانستان و نگرانی که همیشه با سفر هر مقام هندی به افغانستان در میان سیاسیون افغانستان ایجاد میشه. فکر میکنین طوری که در گزارش شنیدیم آیا افغانستان باید نگران واکنش منفی پاکستان و سفر صدر اعظم هند به کابل باشه یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تاسف در طی قریب 14 اخیر ما هر بار که مناسبات افغانستان با هندوستان بهبود یافته شاهد اقدامات خشن از جانب پاکستان من جمله تشدید حملات تروریستی در افغانستان بودیم، ولی بار که صدر اعظم هندوستان به افغانستان سفر داشته در جریان صحبت‌های خود اظهار داشت که این سفر در مخالفت با هیچ کشور صورت نگرفته و همزمان وقت سفر را به پاکستان داره این مورد میرسانه که هر دو کشور هم افغانستان و هم هندوستان هیچ گونه سوی نیت یا نیت بد را نسبت به پاکستان ندارند. ولی از جایی که افغانستان به گونه به میدان رقابت هندوستان و پاکستان تبدیل شده ما در گذشته هم شاهد از این بودیم، حالا میشه یه انتظار را داشت که احتمال تشدید حملات تروریستی در افغانستان که از جانب استخبارات پاکستان حمایت میشه وجود خواهد داشت. بله، خب آقای مودی در یک سفر از قبل اعلام نشده با پاکستان رفت که حتی این باعث شده که خشم برخی از هندی ها در مورد برانگیخته شود، شاید به دلیل ازی که بتانه تعادل را در حساسیت های بین روابط خود با پاکستان و افغانستان حفظ کنه. به نظر شما تا چه حد تعادل برای افغانستان که یک کشور ضعیفتر در مقایسه با دو قدرت ذروی در منطقه است مشکل است تا بتانه به نوع دوستی و صداقت را با هند داشته باشه و در عین زمان پاکستان تحت تهدید از او قرار نگیره؟ آیا این ممکن هست برای افغانستان؟ از جایی که افغانستان در حدود 2500 کیلومتر با پاکستان سرحد مشترک داره، بله، و گروه های تروریستی را که امروز در افغانستان می جنگن همه در زیر چتر حمایت استخبارات پاکستان در افغانستان عمل می کنن و هندوستان هیچ نوع سرحد را با جانب افغانستان نداره، یک مقدار کمک های هندوستان موثر است در عرصه اقتصادی من جمله اعمار بند سلما یا سرک بین زرنج و دلارام یا تعمیر جدید را که برای شورای ملی افغانستان ساخته شد ده حدود بیشتر از 2 میلیارد دلار هندوستان افغانستان را کمک کرده، ولی پاکستان با استفاده از گروه های افراطی را که در پاکستان ساخته در طی قریب 4 دهه افغانستان جنگ و بحران افغانستان نقش بیشتر را به تناسب هندوستان در افغانستان داشته و این نقش ما در آینده هم میبینم که احتمالا نقش پاکستان بیشتر باشه. از جانب دیگر فردا رایل شریف لیدر استیز پاکستان بله قرار است که به افغانستان فردا یک شنبه سفر کنه، در حال است که پاکستان کوشش نایی را برای آغاز هرچه سریعتر مذاکرات صلح با طالبان در حال انجام میده که ما خبرهایی را از ولسوالی سنگین داشتیم و هلمند که تحت حمله شدید طالبان قرار داره. اهمیت این سفر لیدر استیز پاکستان را به افغانستان چطور ارزیابی میکنین در سایه حملات تازه پاکستان بر ولسوالی های مختلف هلمند و یکی احتمال حتی سقوط از اینا میرفت در برابر مذاکره و مصالحه با طالبان؟
هر بار که جانب پاکستان به جانب افغانستان وعده همکاری داده در زمینه مذاکرات با طالبا و کمک به پروسه صلح در افغانستان، اتفاقا حملات گروه های افراطی تحت حمایه پاکستان در افغانستان تشدید گرده، شدت یافته. من جمله برنامه را که استخبارات پاکستان در شمال افغانستان داشتن، وقتی او برنامه با شکست مواجه شد، ای بار اونا ما بارها از طریق رسانه های کشور ما همین مورد را اشاره کردیم که توطیه جدید در کار است که اونا می خواهند هلمند سقوط بتن و با سقوط دادن هلمند ولایت جنوب غرب و غرب افغانستان را معروض به خطر می سازند. و یه جزء یک برنامه است که استخبارات پاکستان روی دست داره و تا جایی که ما به گذشته مناسبات افغانستان و پاکستان اگر نظر بیفکنیم، بله، افغان‌ها هیچگاه باور کرده نمیتونن که پاکستان در مناسباتش با افغانستان صادق خواهد بود و پروسه صلح افغانستان در صادقانه همکاری خواهد کرد. پاکستان بله. ممنون از حضورتان، با عرض معذرت آقای بکتاش که وقت ما در همین جا با شما خاتمه یافت. امیدواریم تحلیل‌های بیشتر از شما و دیگر تحلیلگران را در طول هفته‌های آینده روی اهمیت سفر لوی درستیز پاکستان که فردا صورت می‌گیرد با هم داشته باشیم. سپاس از شما.